سرخط خبرها و مهمترین ها بودزل با مقامهای تاجیکستان و ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. آتش‌سوزی در شیرین تگاب فاریاب تا کنون 8 باب دوکان سوخته است. دو خبر کشتبایی لیک شد. ادامه بسته‌ماندن گذرگاه مرزی چمن، میلیون ها افغانی و تاجران افغان زیان وارد شده است. دفتر سازمان ملل در افغانستان گفته است که قرار است مارکوس بودزل، معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان، با مقامهای تاجیکستان و ازبکستان در مورد همکاری با افغانستان گفتگو کنند. یونما روز یکشنبه 29 عقرب با نشر تویت گفته است بودزل وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است تا با مقامهای تاجیکستان و ازبکستان در مورد گزینه‌های تقویت همکاری با افغانستان گفتگو کند. این در حالی است که کشورهای آسیای میانه و روسیه تاکنون بارها است که نگرانیشان را از گسترش تروریسم از افغانستان به آن سوی مرزهای شمالی کشور ابراز کردند. آتش‌سوزی در شیرین تگاب فاریاب تاکنون 8 باب دوکان سوخته شده است. منابع محلی در فاریاب از وقوع آتش‌سوزی در بازار ولسوالی شیرین تگاب این ولایت خبر میدن. این آتش‌سوزی ساعت 11 پس از چاشت روز یکشنبه 29 مقرب در بازار ولسوالی شیرین تگاب آغاز شده و هنوز ادامه دارد. تاکنون 8 باب دوکان در آتش سوخته است. به گفته منابع، مردم تلاش دارند آتش‌سوزی را مهار کنند، اما نبود امکانات و نیروی آتش نشانی سبب گسترش دامنه آتش‌سوزی شده است. کشته شدن 3 جنگجوی گروه طالبان در تخار. منابع از کشته شدن 3 عضو گروه طالبان از آن میان معاون ولسوال این گروه برای خواجه بهاءالدین خبر دادند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روس، یک منبع گفت که قاری سراج ساحل، معاون نظامی ولسوال در خواجه بهاءالدین، ساعت 7:30 دقیقه جمعه شب 27 مقرب در ولسوالی در قد، هنگامی که به طرف شهر طالقان در حرکت بود، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. به گفته این منبع، قاری سراج ساحل در ابتدا زخمی شده بود و پس از 2 روز حوالی ساعت 12 شب گذشته در درمانگاه ولایتی تخار جان باخته است. مسئولیت قتل این عضو طالبان را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. همزمان جبهه مقاومت ملی دیروز با نشر خبرنامه نوشت در یک کمین نیروهای شجاع جبهه مقاومت ملی در ولایت تخار 2 طالب کشته شده و 3 طالب دیگر زخمی شده. جبهه مقاومت نوشته است که این حمله ساعت 9 صبح شنبه در روستای کتاومبتگان میان شهر شهرستان و اثرش تخار زمان صورت گرفته است که نیروهای جبهه مقاومت ملی یک زنجیر این گروه مزدور را در این منطقه در یک کمین براکت بستند. در ادامه این خبرنامه آمده است که جسدهای جنگجویان این گروه در میدان نبرد باقی مانده است و 1 میل M16 و 1 میل کلاشینکوف طالبان نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است. در پایان این خبرنامه همچنان یادآوری شده است که در یک انفجار چند روز پیش در شهر طالقان یک اراده موتر نو رنجر و یک اراده موتر نو کاسر طالبان نیز تخریب شدند. مسئولان گروه طالبان در این باره تاکنون دیدگاهشان را بیان نکرده است. یادآوری میکنیم که نیروهای جبهه مقاومت و دیگر جبهه‌های مخالف گروه طالبان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، سرپل، تخار و بدخشان فعال است و هر ازگاهی بر جنگجویان گروه طالبان یورش میبرند. آزاد شدن یکی از فرماندهان مارشال دوستم از زندان ایران. یکی از فرماندهان حزب جنبش ملی افغانستان از زندان ایران آزاد شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افغانستان انترنشنال، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان تایید کرده است که هاشم رئیس از فرماندهان ارشد مارشال عبدالرشید دوستم از زندان ایران آزاد شده است. احسان نیرو گفت که هاشم رئیس 7 ماه پیش پس از ورود به ایران در میدان هوایی تهران بازداشت شده بود. هاشم رئیس والی پیشین جوزجان بود، یکی از افراد نزدیک به مارشال دوستم از همچنین یک منبع نزدیک به آقای دوستم به افغانستان انترنشنال گفت که هاشم رئیس با کمک بزرگان آزاد شده است. اما احسان نیرو در توییت نوشت بعد از تلاش‌های زیاد مارشال صاحب دوستم موفق به رهایی هاشم رئیس شدیم. هاشم رئیس برای مدت مسئول نیروهای ویژه مارشال دوستم نیز بود. سخنگوی حزب جنبش ملی گفت که هاشم رئیس 7 ماه پیش از ترکیه به ایران رفت و در میدان هوایی در تهران از سوی استخبارات ایران بازداشت شد. آقای نیرو درباره دلایل بازداشت این فرمانده ارشد مارشال دوستم اظهار نظر نکرد. مقام‌های ایران تاکنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکردند. یادآوری می‌کنیم که پس از چیرگی گروه طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از مقام‌های امنیتی و سیاستمداران افغانستان به کشورهای همسایه از آن میان به ایران و پاکستان رفتند.
ادامه بسته ماندن گذرگاه مرزی چمن، میلیون ها افغانی به تاجران افغان زیان وارد شده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار از ادامه بسته ماندن گذرگاه اسپین بولک چمن انتقاد کرده و گفته است که با مسدود شدن این گذرگاه تاجران افغان میلیون ها افغانی زیان دیدند. عبدالباقی بنا معاون این اتاق روز شنبه 19 نوامبر به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر صدها لاری حامل انواع تجارتی در هر دو طرف سرحد گیر مانده و منتظر باز شدن این گذرگاه هستند. گذرگاه مرزی چمن به تاریخ 13 نوامبر پس از آن برای تجارت و ترانزیت بسته شد که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در این بندر با هم درگیر شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این درگیری هنگام آغاز شد که یک مرد از سمت افغانستان که از مرز عبور می‌کرد برای یک منصوب امنیتی پاکستان گلوله‌باری کرد که در نتیجه وی کشته شد و چندین نفر دیگر زخمی شدند، اما تا حالا مشخص نشده است که دو جناح در جریان این درگیری‌ها چه تعداد تلفات داشتند. آقای بنا افزود کالای صادراتی ما متوقف شده است، بخصوص میوه‌های تازه به شمول انار، سبزیجات، پیاز، بادرنگ، سیب، آلو و بسیار محصولات زراعتی که به بیرون صادر می‌شد. اما حال این روند با تأخیر مواجه شده است. افغانستان یک کشور وارداتی است و بیشتر کالای این زون از طریق گذرگاه چمن وارد می‌شود. این مقام اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار اضافه کرد که اگر گذرگاه مرزی چمن هر چیز زودتر بروی تردد موترهای باربری و به ویژه تجارت و ترانزیت باز نشود، بسیار از انبار تاجران افغان در دو طرف سرحد از بین خواهد رفت. حکومت پاکستان از طالبان خواسته است تا قبل از اینکه گذرگاه مرزی چمن دوباره باز شود، شخصی را که مظنون به کشتن یک منصوب امنیتی پاکستان است به مقام‌های آن کشور تحویل بدهد. پس از آن طالبان با نشر اعلامیه گفتند که یک فرد نامعلوم در مسیر اسپین بولک چمن بر نیروهای امنیتی پاکستان گلوله‌باری کرده است که در اثر آن یک سرباز پاکستانی کشته شده است. طالبان ضمن ابراز تأسف به خاطر این رویداد گفته است که برای تحقیقات در پیوند به این رویداد یک هیئت عالی رتبه گماشته شده است. معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار از مقام‌های طالبان و پاکستانی خواست که از وقوع چنین رویدادها در آینده جلوگیری کرده و همچنان روابط تجارتی میان دو کشور نباید قربانی موضوعات سیاسی شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار از طالبان و مقام‌های پاکستانی خواست که هرچه زودتر گذرگاه مرزی چمن را برای تجارت و ترانزیت باز کرده تا روند واردات و صادرات از این گذرگاه دوباره از سر گرفته شود. پاکستان: صبر جهان در برابر طالبان افغانستان به سر رسیده است. پاکستان میگوید که حکومت طالبان را بدون اجماع جهانی به رسمیت نخواهد شناخت و هشدار داد که صبر جهان در برابر این گروه به سر رسیده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت تا جایی که مربوط به رسمیت شناختن آنها می شود، پاکستان مایل نیست به تنهایی اقدام کند و ترجیح می دهد این روند را با اجماع بین المللی دنبال کند. با آن هم زرداری گفت که حکومت پاکستان از تعامل پایدار بین المللی با طالبان برای کمک به جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان حمایت میکند. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای به شما را به خداوند یگانه میسپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.